سرخط اخبار، پایانی نسبتاً ساکت برای یک هفته شلوغ. جرمی پاول رئیس فدرال رزرو بعید است که چیز دیگری برای گفتن به کنگره داشته باشد، اما همکارانش اریک روزنگرن و لورتا مستر ممکن است حرفی برای گفتن داشته باشند. دیدار رهبران اتحادیه اروپا برای برنامه بازسازی اقتصاد بدون نتیجه تمام شد. بازارها پیش از انقضاء سه ماهه آپشن ها، معاملات آتی و سهام رشد کردند. قیمت نفت با روایت دوباره شروع اقتصادی و ترس از موج دوم ویروس دوباره افزایش می‌یابد و البته اخبار ارزهای مجازی و جفت ارزها. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیرز. امروز جمعه 19 ژوئن 2020 برابر با 30 خرداد ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار. سخنرانی های اعضای فدرال رزرو. 4 مقام ارشد فدرال رزرو با سخنرانی های خود خلأ ایجاد شده به دلیل فقدان داده های اقتصادی را در یک روز سبک در بازارها پر می کنند. رئیس بانک فدرال بوستون اریک روزنگرن، پس از آن جرمی پاول رئیس فدرال رزرو و لورتا مستر رئیس بانک فدرال کلیولند. اما با توجه به اینکه پاول این هفته 2 روز را در گفتگو با کنگره گذرانده است، بعید است که چیز دیگری برای ارائه داشته باشد غیر از واکنش مسئولان به آخرین داده های بازار کار و پایداری روند بازگشت تا کنون. ملاقات نچندان پرثمر رهبران اروپایی. رهبران اتحادیه اروپا دوباره پیشنهاد بسته 750 میلیارد یورویی کمیسیون اروپا و همچنین در مورد چارچوب جدید بودجه چند ساله اتحادیه اروپا بحث کردند که البته فرصتی برای تصمیمات مهم در این نشست وجود نداشت. رهبران شرکت کننده مضطرب بودند که به بازارها و رای دهندگان خود نشان دهند که آنها در مدیریت بحران فعلی بهتر از گذشته و جدی هستند. در پایان سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که جلسه بدون تصمیم گیری و نتیجه خاصی به پایان رسیده است و بر روی برنامه بهبودی خاصی توافقی نداشتند. آنگلا مرکل نیز در سخنان بعد از نشست گفت که رهبران توافق کردند که تحریم ها علیه روسیه را 6 ماه دیگر تمدید کنند. نخست وزیر لهستان نیز بعد از نشست گفت که اتحادیه اروپا نیاز به واکنش سریع تر دارد و ما نمی توانیم زمان را از دست بدهیم. این در حالی است که فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از نشست تأکید کرد که این اولین گفتگوی رهبران اتحادیه اروپا درباره برنامه بهبود اقتصادی بوده و آن را مثبت ارزیابی کرد. کاهش استرلینگ بعد از اینکه داده‌های خرده فروشی تحت تأثیر اخبار بدهی دولت قرار گرفت. شاخص خرده فروشی بریتانیا به مراتب سریع‌تر از حد انتظار در ماه می بازگشت داشت، اما این اطلاعات تحت تأثیر سایر داده‌ها حاکی از افزایش شدید بدهی دولت در نتیجه بیماری همه‌گیر قرار گرفت. شاخص خرده فروشی انگلستان با 12% افزایش از آنچه احتمالاً به نظر می‌رسد، نقطه پایین چرخه نزولی در ماه آپریل بوده است دیده شد. با این حال دفتر آمار ملی در انتشار جداگانه ای اعلام کرد که بدهی ملی برای اولین بار از سال 1963 از 100% تولید ناخالص داخلی
تجاوز کرده است که به دلیل استقراض سنگین دولت برای پرداخت هزینه های اقدامات کاهش تأثیر بحران بود. پوند به پایین ترین نرخ 3 ماه در برابر یورو و پایین ترین نرخ 1 ماه در برابر دلار رسید، در حالی که احساسات هنوز هم از عدم تمایل بانک مرکزی انگلیس برای افزایش محرک پولی در روز پنج شنبه صدمه دیده است. بی او ای بسته کمکی کلی را برای خریدهای کمک مالی خود تنها 100 میلیارد پوند افزایش داد و نشان داد که سرعت خرید اوراق قرضه کند خواهد بود. نفت خام پس از اطمینان از برنامه اوپک از مرز 40 دلار عبور کرد. قیمت نفت خام ایالات متحده برای اولین بار طی 11 روز گذشته و پس از اطمینان از گروه تولید کنندگان اوپک پلاس که به صورت جدی و دقیق تر از گذشته برنامه کاهش تولید و عرضه را اجرا می کنند بهبود یافت. نفت خام امریکا امروز با 3.3% رشد در 40 دلار و 10 سنت معامله شد، در حالی که نفت خام برنت نیز با 2.7% افزایش به 42 دلار و 60 سنت رسید. در جاهای دیگر کریل دیمیتریف مذاکره کننده اصلی روسیه در مذاکرات اوپک پلاس گفت که با توجه به رشد تقاضا میتوان در ادامه روند کاهش تولید فعلی از انتهای ماه ژوئن پلن از پیش تعیین شده 7.7 میلیون بشکه کاهش روزانه را پیگیری کند. رشد طلا، دلار و سهام قبل از جادوگری چهارگانه. بعد از رشد نفت در روز پنج شنبه سهام دوباره رشد داشتند. از این روز جمعه به عنوان جادوگری چهارگانه نام برده می شود که از تاریخ انقضا برای محصولات مشتق شده در هر دو بخش شاخص ها و سهام تکی می باشد که به طور سنتی نوسانات بالایی را ایجاد می کند. این رویه مثبت توسط موارد دیگر نیز پشتیبانی می شود. خبرهای مبنی بر اینکه اپراتور سینمای سینمارک اکثر تئاترهای خود را تا پایان ماه ژوئن بازگشایی می‌کند بدون اینکه بازدیدکنندگان نیازی به پوشیدن ماسک داشته باشد، در حالی که شرکت هوایی جت بلو نیز فروش بلیت برای 30 مسیر جدید تحت استراتژی خاص پس از بیماری همگیر را شروع خواهد کرد. امروز در بازارهای سهام آسیا، اروپا و امریکا شاخص‌های اصلی بین 0.5% تا 1% رشد داشتند. در بازار ارزها امروز دلار روز بسیار پرنوسانی را بین مثبت و منفی 0.3% طی کرده است. هم اکنون با 0.2% رشد در 97.55 واحد معامله می شود. در بین دیگر ارزها پوند امروز ضعیف‌ترین نمایش را با 0.4% کاهش در برابر دلار داشت و آوسی با 0.3% رشد بهترین ارز روز بود. طلا نیز امروز با رشد 1.2% بار دیگر به بالاتر از 1750 دلار بازگشت. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. عدم موفقیت ارزهای مجازی از روند محدود خود امروز نیز ادامه یافت. بیت کوین با 0.3% رشد همچنان در پایین و نزدیکی 9400 دلار معامله می شود، در حالی که اتریوم و لایت کوین 0.6% رشد داشتند و ریپل بدون تغییر معامله شد. همانطور که مشاهده نمودید آخرین قیمت نمادهای مختلف نیز به صورت زیرنویس در اختیار شما قرار گرفت. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.